سلام به همه مهمانا و جوانان و بخصوص به اطفال نازنین روز شانه تبریکی میگم. من نگین خپلواک از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که صنف 12 هستم و رهبری ارکستر بغداد دارم که من اولین خانم هستم که رهبری ارکستر پیش میبرم. یعنی تا حالا هیچ خانم نبوده و درس رهبری کار نکرده. من از امروز زندگی نامه خودم را شما شریک میسازم و بر شما میگم که من با چقدر مشکلات به می مقام رسیدیم. من 9 ساله بودم که من در پرورشگاه آمدم در کابل از کنر، از ولایت کنر هستم. در کنر مکتب نبود، بچه ها می رفتن مسجد درس می خواندن، اما دخترها حق نداشتن درس بخوانن، اصلا درس خواندن نمی تونستن. من زیاد علاقمند درس خواندن بودم، می خواستم یک دکتر شوم در آینده و به می خاطر من پدر ما گفتم که ما باید درس بخوانم و مرا به پرورشگاه آورد در کابل. تقریبا 10 سال ما در پرورشگاه زندگی کردم در کابل و ما صنف 7 بودم که ما درباره انستیتوت ملی موسیقی افغانستان فهمیدم و یکی از استادا از اونجا آمده بودن و گفتن درباره موسیقی بر ما تشریح دادن که چه قسم یک مکتب است. ما بدون از اینکه امرای فامیلم مشوره کنم ما انستیتوت ملی موسیقی افغانستان رفتم و امتحان دادم و من اونجا کامیاب شدم. اما من به فامیلم نگفته بودم که من موسیقی کار میکنم، هیچ نگفته بودم. من به رخصتی رفته بودم کنر و در رخصتی از پرورشگاه برای فامیلم زنگ آمد به مادرم که نگین روان کنین که در مکتب موسیقی کامیاب شده. چون من به فامیلم نگفته بودم اونا تعجب کردن که چی مکتب موسیقی و هم یک فامیل پشتون و او هم از یک قریه. خب ما مادر ما گفتم نه تو غلط شنیدی، او موسیقی نیست، خصوصی است. چون ما منتظر پدرم بودم که پدرم بیایه ما بر از اونا تشریح بتم و اونا مرا میماندن. بعدن که پدر ما آمد ما امرو از اونا شریک ساختم که پدر جان ما قسم امتحان دادیم و ما کامیاب شدیم و ما باید برم. چونی بر ما حال یک آرزو شده، ما تصمیم از ایره گرفتیم که ما باید یک نوازنده خوب شوم، چون ما هیچ نوازنده دختر در افغانستان ندیدیم بدون از اینکه آوازخوان هستن. خب پدر ما گفت خب سعیسته تو که خوشداری که علاقه داری سعیست درست از تو برو. اما کاکایم دیگه قومم یا برای مشکل خلق میکردن، چون اونا اصلا دختر نمیماندن که درس بخوانن، اما من موسیقی کار میکردم. خب به بسیار جنجال من پس آمدم کابل و من مکتب شروع کردم از صنف 7 در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. در اول من رباب مینواختم برای یک ماه، بعدا ما سرود کار کردم به 3 سال و بعد از او بر ما 6 ماه مشکلات پیش آمد که من نتانستم مکتب بیایم، کاکایمشان مرا نمیماندن و بعد از 6 ماه پدرم که خبر شد، چون پدرم تاجیکستان رفته بود به خاطر کار، وقتی که پدرم خبر شد آمد مرا پس دوباره این سوت آورد. وقتی دید که من اصلا یعنی نمیتونم بدون موسیقی زندگی کنم، چون من بسیار مریض شدم و زیاد وضعیت من خراب شده بود، چون همیشه به موسیقی فکر میکردم. در او 6 ماه یعنی زیاد خوب نبودم، همیشه بر از موسیقی فکر میکردم. پدرم فهمید که من بدون موسیقی نمیتونم یعنی زندگی کنم و مو همه چیز شده بر من. من دوباره آورد در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و من دوباره شروع کردم، چون علاقه من پیانو نواختن بسیار زیاد بودم، من پیانو نواختن شروع کردم و بعد از تقریبا 1 سال در 2015 ما رهبر اولین بانوی رهبر ارکستر شدم که موسیقی کار میکنم و تا حال یعنی ما رهبر خانم هستم، یعنی رهبر موسیقی هستم و رهبر ارکستر زهره همچنان هستم. ما زیاد سفرهای داشتیم در بخش های مختلف، در گروپ های مختلف انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که هم در گروپ آوازخانی بودیم، در گروپ کورس و همچنان در گروپ ارکستر زهره همچنان بودیم که در اونجا ما بدون رهبری پرکاشن هم کار میکنم، آلات ضربی. و حالا ما یک سفر دوم داریم همین سه‌شنبه که به هند میریم و ما فقط برای نوجوانان و برای اطفال میره میگم که هیچ چیز ناممکن نیست. ما میتونیم پیش بریم، ما میتونیم امرای فامیل خود مقابله کنیم و ما میتونیم که همون چیزی که هدف ماست، چیزی که آرزوی ماست، ما میتونیم او را برآورده بسازیم. ما باید خاموش نشینیم، باید از حق خود دفاع کنیم و باید پیش ببریم، باید فامیل خود را راضی بسازیم. و از فامیلای محترم خواهشمند هستم تا که امی اولادای خود بانن به آرزوهای خود برسن، اونا آینده ساز کشور هستن. تشکر بسیار زیاد.